روزه بیاییم بشینیم و اگر اشکالی حرفی سونداجی بشه. بعد هر سوالی ممکنه باز هم سوالاتی در حاشیه وجود بیاد. اونها هم توی هر سوال من رو می‌فرمایید و بعد توی هر سوال رو اگرم موافق باشید این سوالا رو مخصوص کنید به شعر شاملو، به شاعری شاملو و اینطور مخصوص مسائل مختلفی من فکر می‌کنم جا داشته باشه مسائلی مختلف بکنیم یه زمان در زبان شعرش نباشه در زبان می‌خواد بده تنگر بگو کسی دیگه پیشنهاد بفرست من این سوالی داشتم از آقای شاملو کتاب حافظ شما که می‌خونیم با کتابی که از حافظای یعنی کتابی که مال حافظ هستن ولی کتابای دیگر می‌خونیم یه سری از بیت‌هاش یه سری از کلمه‌هاش نیستش تو کتابی که شما دارید شما فکر میکنید که اون شعر مال حافظ اون بیت ها مال اصل حافظ نبوده یا نظر شخصی خودتون هست اگه میشه که مطرح کنید پاره ای از غزلهای حافظ دیوانهای مختلف آمده به طور مشخص مال حافظ نیست یعنی فرض کنید توی دیوانی قبل از دوران حافظ آمده خب این نشون میده مال حافظ نمیده اونها رو بنده تا جایی که در دسترس هم بوده خب نیاوردم ولی خب مقدار زیادی هم من یادم رفته بود که واقعا چه قولی دادم در مورد حافظ و خیلی از غزلها و ابیاتی رو که برای هیچ شاعری امتیازی به احساس خود من اینها رو هم همینطوری آمده دیدم واقعا مریض بودم یه حالت فلج داشتن یه سال و دیگه این همینطور در واقع بدون سرمستی بنده بدون وزارت مستقل بنده چاپ شد و البته خب مسئله حافظ مسئله بسیار پیچیده ای و یه مقدار زیادی اطلاعات از خارج میخواد یا لااقل این مطالعه کردن روی حافظ یک دایره وسیعی از اطلاعات مختلف لازم من اتفاقا همین امروز با یک آقای جوانی که روی حافظ داره کار میکنه به یک ساعت نشسته بودیم و گفتگو میکردیم من این مسئله رو براش عنوان کردم که من نوشتم یه جایی حالا یادم نیست کجاست که اگر تمام دیوانهای حافظ چه اونایی که چاپ شده، چه اونایی که هنوز به صورت خطی باقی است و چاپ نشده یا یه برخورده مثلا انتقالی باهاش نشده اگر همه این بیت رو عشق قد رسد به فریاد
عشق ادرسد به فریادگر خود به سانه حافظ قرآن زبر به خانی بر چارده روایت. و حالا یه بیت دیگه هم شاهدش هست، بشوی اوراق اگر همدرس مایی، که به بیان خیلی شسته رفتفر که علم عشق را دفتر نباشد. نه غلط، من معتقدم که حرف عشق در دفتر نباشد. من ازشون پرسیدم که خب وقتی من میگم که اون بیت اولی رو حتی اگر توی همه نسخه ها به اون شکل باشه، من میخونم عشق رسد به فریاد ور خود به سان حافظ قرآن زبر به خانی در چارده روایت، این ور خود و گر خود به کلی معنی رو به دو راه مختلف میبره. اولی میگه که اگر مثل حافظ قرآن رو به چارده روایت بخونی، عشق به فریادت باید رسید، این یه عشق مذهبی است. و بنده میگم نه، حتی اگر مثل حافظ قرآن رو به چارده روایت بخونی، آخر سر باید عشق به فریادت برسید. من برای این حرف دلیل دارم و شما چه برخوردی میکنید؟ گفت من هر طور قبول بودم. نه اینجا نشد، تو باید از من بپرسی که من چرا این دایره رو دارم. جوابش خیلی ساده است، تمام قرآن که بگردید حتی یک بار کلمه عشق توش نیامده، که حرف عشق در دفتر نماشه. پس لزومن وقتی که شما به طرف حافظ میرید باید قرآن هم بخونید و از خیلی مسائل دیگه از اسطوره های مذهبی و غیره هم اطلاع داشته باشه. من یه سوال در دوره هم سوال دارم که شاید اشکالات خودم در مورد حافظ شاملو. یکی من خراب کجا و کجا و سلاحکار کجا که شما رو سلاحکار نمیشتیم. بله، من مخصوصاً رو سلاحکار نمیشتم برای اینکه یه دید انتقادی یک تلنگوری به خواننده بزن. این هم میتونه باشه بدون هیچ امتیازی به صلاح کار کجا بود، صلاح کار کجا بود، خراب کجا داشته باشه. متاسفانه اون مجموعه خیلی پر حجم یاد داشتای بنده راجع به حافظ که فکر کنم اسمش یاد داشتا و توضیحات در مورد حافظ، متاسفانه اون در نیامد و در هیچ رژیمی هم در نخواهد بگذارد. چون من یادداشت‌های 10 غزل اول دیوان حافظ رو خواستم چاپ بکنم زمان شاه و ناشر گفت بابا برمون، و حالا که دیگه اصلا نمیشه تو بیا بود قرآن عشق نیست، آدم رو میبرن تو توپخونه و هر با بیزش میکنن. برای اینکه بیت شهر خالی است اشراق و کسترکی دستی از پی برون آید و کاری بکنن که شما مرد سیش برون آید و کاری بکنن، به نظر من بیشتر طرز تفکر شاملویی هست تا طرز تفکر. نه خیلی، من اینو از خواهر بر نمی‌بردم، مطمئنم حتما این نسخه‌های دیگری بوده، من اینو ترجیح دادم چون من با حافظم با دستی از غیب درون آمدن فکر نمی‌کنم. کسی که دیگه ما شیخ و زاهد کمتر شناسیم یا جام باده یا قصه کوتاه، چنین شخصی فکر نمی‌کنم منتظر این بابایی باشه که بعد از بلن بسار در هر صورت مسئله غیب و اعتماد به غیب در دوران حافظ در جای دیگه هم هستش. ببین شما حتما باید دوره های فکری حافظ رو تا حدودی کاملا خط مشخصی نمیشه بینشون کشید، مرزی که تا امروز اینجوری فکر میکرده از فردا نمیدونم عارف بوده از پس فردا صوفی بوده، اینا نمیشه، ولی تا حدودی پیداست. غزل‌هایی که زبان بسیار شسته رفته تری بود، این که در تمام عمرش روی غزل‌ها کار می‌کرده، این مرز مشخص نمیشه، ولی میشه قبول کرد که واقعا یک آدمی که به 14 روایت قرآن می‌خونده خب یه مدتی شدیداً مذهبی بوده و بعد میزنه زیرش، میگه فردا اگر نه روزه رضوان به ما دهن، غلمان ز غرفه حور ز جنت به در کشی. و جاهایی هست که معاد رو منکر میشه. این دوره های فکری، بنابراین باید قبول کرد که در هر دوره‌ای مذاب فکری اون به مذاب فکری اون دورش قدر شده. من حافظ به خاطر تسلط زیادی که روی فرهنگ اصل خودش داشته، اصل
فلسفه موسیقی پزشکی یا هر زمینه موجود و از خودش اثری برای ما به جا گذاشته که درکش بسیار پیچیده است. برای اینکه آدم خوب بتونه بفهمه باید بارها غزلش رو بخونه و به احتمال خیلی زیاد برگرده به شرایط اون اصلی ها در مطالعات بکنه. این کاری هم بود که شما قولش رو دادیم که به صدای اون باید پرده ها در مورد دیوان حافظ منتشر کنیم تا درکش رو برای مردم رو بهتر بکنه. من میخوام بگم که این که از توانایی های بسیار خوب حافظ بوده در این حال تو کارهای خود شما وجود داره. یعنی به خاطر تسلط زیادتون به ادبیات فارسی و این گنجینه وسیع و عطا روی باف و ساخت و موسیقی کاری که میکنین درک کاراتون برای خیلی از مردم مشکله. من با خیلی از کسانی که بسیار کم و بیش کار ادبیات دنبال میکنم تخصصی توی مورد ندارم حرف که میزنم اکثرا از این مکتب شکایت میکنم که ما کار شامبو رو با یک بار و دو بار بخوندن نمیتونیم بفهمیم حتی قسمت اصلیش رو بفهمیم. فکر نمیکنیم که به موازات احتیاجی که برای دادن یه سری توضیحات روی کار حافظه همینطوری احتیاجی هم روی ساده تر کردنش برای مثل آمون فهم تر کردنش برای مردم چه رو از آمون فهم بشه؟ خب من درم فهم کنم که شما یه احترام خیلی زیادی برای فرهنگ مردم رو کوچه بازار رو نه تا حدی که فرهنگ رو ببریم تو بازار و نرخی بزنیم روش که حاجی بوجی هم بتونیم بخریم. نه نه منظورم اینه که شعرتون رو زبونش ساده کنید چیزی ندارم. والا من هیچ منظورم مثلا توضیحاتی نظیر بودی که موقعی که بعد شعر می‌نویسم خودم 100% باید بگم، یعنی در واقع شعر بنده رو وادار می‌کنه به نوشتن خودش، نه تا یک لحظه پیشش مثلا مشغله ذهنی شعری دارم و نه تصمیم می‌دارم که در این موضوع و در این باب چیزی بنویسم. شعر وقتی میاد هم موضوعشو با خودش میاره، هم کلماتشو، هم تصاویرشو و هم باقی چیزهای دیگرشو. وانگه مسئله شعر مسئله یه چیز عام نیست، هر قشری برای خود شاعر خودشو داره. شاعری بود چندی پیش فوت کرد، آقای مهدی سهیلی، با چندین دیوان هر کدوم 50-60 هزار تیراژ در هر چاپی و این خب یه برنامه مشاعرم توی رادیو داشت، خانم ره بده آقا دال بده و مردم میشنیدن گوش میکردن و ارزام میشدن برای اینکه به زبونشون، ولی خب قرار نیست مثلا شعر آقایم همه بفهم یا حتی خدا آقای مهدی سهیلی. هر قشری به هر حال چیز خودشو داره. من یه جایی نمیشته بودم که خب میره سینما گنج قارونشو میبینه، یکی من یادم میاد که همون سالی که این فیلم به اصطلاح فیلم روی پرده بود یک بابایی ادعا میکرد که از شب اول تا شب آخر که 3-4 ماه رو اکران بوده این هر شب رفته این فیلم رو دیده. خب ارزاش میکنه و به اونم میگه هنر. یا مثلا اون آقاسی شرعه که دستمان تکو میداد خب میشه به دوبه نیارو باقه یارو برقشتی داره چیز خودشون. ما چرا به جایی که فرهنگ رو اطلاع بدیم بیارمش کنیم که بداریم تو کوچه بازار؟ اصلا این وظیفه ما نیست. شاید وظیفه منتقد باشه. آشان بگیم هفته پیش یک مقاله در اشاره شد از اینکه از تماشاچیان که شما شعر پریا رو گفتید، یه سری اشعاری داشتید که در زمان خود خیلی ارزش بزرگی پیدا کرد، هنوز هم هست. بعد شما به این اشعار که اون هفته اشاره کردین گفتین چرا دیگه گفته نشده، گفتین این اشعار گفته شده ولی برای مدت‌های زیادی برای همیشه در کشو میز آدم میمونه این اشعار. نه نه چنین چیزی نگفتم. شما مطلبی که عرض کردم شاید ارزان نرسته بود. من گفتم که برای همیشه نمیشه با اون زبان سخن گفت، یکی دو تا کافیه برای اینکه بار شعر رو نمیتونه بکشه زبان معاول. من اصلا به اون قسمتش اشاره نداشتم. من اینو می‌خواستم بگم که آیا از این اشعاری که شما برای مدت‌ها شاید در کشو می‌گذاشتین یا بعدها در آوردین یا در نیاوردین و در کتاب‌های خودتون منتشر کردین آیا چیزی به خاطرتون میاد که شاید خیلی از ماها
اون رو به اون صورتی که شما فکر میکردین ارزشش باید میبوده باشه درک نکردین. شاید همه این شعر مون به اون حالتی که بعد از اشعار شما در اومده در نیامده. از اینا چیزایی هست که شما بخواید دوباره اشاره بدین بگید اینها رو شما بخونید یا نگاه بکنید یا نه اون واسه خودش پیدا کنه. ولی من ابتدا باید این مشکلی که شما میذارید حل کنم براتون. من گفتم که چیزی منتشر نمیشه به خاطر علل مختلف. مثلا فرض کنیم کمبود کاغذ. حالا من این رو مصنوعی میدونم. کمبود کاغذ یه نوع سیاست سانسوریه که دولت کاغذ گرفته دست خودش و میفروشه مثلا بندی 800 تومان در حالی که تو بازار بندی 3000 تومانه. کاغذی که تو رژیم گذشته مثلا نوع کاهیش 27 تومان بوده. شما فکر کنید که یارو باید بره از بازار آزاد کاغذ بخره و بیاره کتاب چاپ کنه چون دولت بهش کاغذ نمیده نجبره ببنده. خب وقتی یه کتاب 100 صفحه قیمتش در بیاد 200 تومن خب آخه کی بودجه‌شو داره بخره؟ اونم تو این اوضاع و شرایط و احوالی که توی کشور هست. من عرض کردم که در این کار، در کار ادبیات و شعر و غیره مسئله تولید غیر از مسئله توزیعه. یعنی اثری به وجود میاد ولی تو کشو میز میمونه چون نویسندهش دولت یا رژیم یا نمیدونم اوضاع و احوال اقتصادی بهش کمک نمیکنه که این رو توضیح کنه این چیزی رو که تولید کرده. در نتیجه کشوها انباشته از آثاری است که یک روزی باید به طور هجومی بریزه توی چیز در حالی که پروسه خودشو طی نکرده. یکو اینجا متوقف شده از اونجا شروع میکنه. من دیگه موضوع کشو رو در این زمینه عرض کرده. حالا سوالتون رو بفرمایید. تمامی اشعار شما منتشر شده تمام شما؟ نه خیر. بنده بسیار شعر دارم که حتی اینجا نخوندم. از اونها میگن که شاید نداری میشه یکی بسر با ما. اصلا به صرف هم نیست. پس من سوال دیگه دارم. قسمت دوم شعر یک اجازه بدید من یه عرض کوچولی بکنم. یه مثلی داریم تو فارسی میگه آب به کرت اطمینان میده. یعنی وقتی شما مرزبندی میکنید این کرت بندی میکنید اون مزرعه رو درست اونجایی رو که اطمینان ندارید میرید نگاه میکنید که اینجا جلوشو برسید یا نه. اونجایی که خیال میکنید اطمینان دارید درست از همونجاست که آب میفته و یاره خراب میکنید. الان این نوار واقعا اصلا چیز ندارم ولی یه دوستی میاد به شما میگه که خب یک کپی از این بدید. شما میدید دیگه نمیدید کجا میره. بعد من یکیش از اون سفارت ایران دارم. الان میگفتین که شما نمیشینین فکر بکنین راجع به شعری که مینویسین. شعر خودش رو پیدا میکنه. ولی گاهی وقتا آدم بعد از اینکه این کار شده یه حکایت‌های شیرین رو توی این اشعار وجود داره که شما بعضیاشو در اشعاری که میخونین توضیح دادین بعضیاشو ماها نمیدونیم چون وقت نداشتیم توضیح داده بشیم. از این حکایت‌های شیرین دارین یکی دو تا با ما؟ والا من تقریبا توی این دو جلدی که در آلمان چاپ شد حتی فکر میکنم زائد بوده. مثلا فرض کنید که همون چیزی که من دیروز خوندم برای اون شعر دختران دشت به هر حال یه سرنخ مختصری به دست بده شاید روشن‌تر بکنه قضیه رو. من اون توضیحات رو بیشتر به اون خاطر دارم. در ادامه شده شدن این زندگی توده و
بحثایی که روشن فکرها میکنن مواجه این یا اینکه درگیر من از صحبتهای شب اول شما داشتم این دوتا باید تمنیگه پیمن بخوره و اگر اینطور هست چگونه و چه تلاشی باید در صورت بگیری یا میشه ما خبر نده؟ در واقع من نباید به این سوال جواب بدم چون تو قلم روی کار من نیست. منتقدانی باید به وجود بیان. ما سنت نقد ادبی نداریم، نقد شعری نداریم و فقط یه مش تذکره و این حرفا هست که واقعا حدودش در همین میشه که آدم وارسته‌ای بود و غزل می‌سرود. این من چند بیتی مثلا از یه غزل رو حتی یکیش نوشته که ابومجد غزنوانی شاعر بودی و شعر نیز می سرودی. انگار مثلا شاعر نه این کار دیگه سر شعر بودی. این هم بیره. خب یه اشخاصی به خصوص مطبوعات این ظاهرا جزء وظایف یک نشریه ملی قرار میگیره که به هر حال این چیزها رو با هم دیگه پیوند فرهنگی بده. این پیوند گسسته است، در واقع اصلا میتونیم بگیم وجود نداره. یعنی مشتاقای قصاب اصلا شعر من بخونم براش ممکن واسه توفش دنبارم چون اصلا نمیفهم. اصلا اول مشکل اونیست، اصلا نیازی به این نداره. مثل اینکه برای عرب دوره صدر اسلام شما بخواید یه باره نمایش بدید اصلا نمیفهمی از داستان چیه. ولی در مورد نصر بنده یه مقدار شاید یه مقدارم نفلیسیان کار کردم این چند سال. من جمله یه ملایی داریم ما در انگلستان به اسم ملا گرانگری، یک کاتولیک که کاتولیک رومنه بسیار عقب مونده با یک ذهن خلاق، یه ذهن که میتونه خلاقیت داشته باشه ولی نمیتونه خودش رو چک کنه بدونه کجای کاره. یکی از بزرگترین پدرسوختگی های این آدم نوشتن کتابیست به اسم قدرت و افتخار که من اسمش رو گذاشتم جهل و تعصب، که یک کشیش در واقع ضد کشیش چیز رو مکزیکی رو که زنا کرده، یه بچه دختر بچه 9 ساله داره که تمام عشق این به این دختر بچه 9 ساله است، دائم الخمر هست، به کار کشیشیش به مسابقه یه شغل نون آبدار نگاه میکنه، حتی سر غسل تعمید چونه میزنه با دهاتی ها و پلان برما، از این یه شهید قدیستا. و من پنبه اینه زدم این داستان رو من دوباره نویسی کردم با یک فارسی که دوست داشتم یه نثر روایی رو پیشنهاد کنه به نویسندگان که دست از ادبیات بردارن. در واقع یه نوزه در ادبیاته، یه زبان کاملا اکسپرسی و نزدیکتر به زبان توده مردم. و همچنین در ترجمه مجدد دونه آرام که واقعا راه میداد به یک چنین نثری، به پیشنهاد یک چنین نثری. و خب تجربه های بسیاری که من از کار کردن روی فرهنگ عامه به دست آوردم کاربرد خیلی خوبی پیدا کرده، به خصوص توی دونار. مثلا یه مورد شما براتون عرض میکنم، در زبان محاوره افعال ترکیبی نه افعال ساده معمولا جزء فعلیشون، جزئی که از یک کنش حرف میزنه اول میاد، بقیه اون ترکیب بعد. یعنی اگر شما اونچنان که در ادبیات مثلا شما میگید در زبون محاوره دستمو بردم بالا، سرمو انداختن پایین، عرض کنم که یا چیزایی از این، توی هیچ فرهنگی بردن بالا نیومد. لغتنامه ده خدا عمی چه و چی آوردن پایین نیمه، آمده پایین آوردن، به زیر آوردن، انداختن زیر نیمه، به صورتی ترتیبه
خیلی دینامیکتر از بالا برده. شما میگید که اون به من پشت داد، منم تو سرش زدم. نه، تو سرش زدم گزارش همه، منم زدم تو سرش که با همون دینامیسم عمل تو هم. خب اینو من پیاده کردم توی چیز، توی همین ترجمه دونار. برحال هر کس به قدر همت خود خواهد سامن. آقای شاملو، یکم مشکل رو ببریم به میون خودمون، یعنی اصل ما که با زبان فارسیه و سرکار داره. توی مصاحبه با آقای محمد محمد علی که دو سه سال پیش توی آدینه گفته بودیم که نویسنده جوان ایرانی معمولا زبان فارسی روز را نمی‌داند و با گوشه های آن هیچ جور دمخوری ندارد. دست کم تا اواسط دهه 50-51 تا 60 در دبیرستان‌ها و دانشگاه ها این زبان به دو آموخته نمی‌شد. بعد از آنش نمیدانم و از جریان امروزی اطلاعی زیادی ندارم و همینطور ادامه داریم. مقدارم مثال زدیم. با در نظر گرفتن اینکه نشریاتی که دست ما اینجا میرسه مثل سخن، آدینه تا مدتی مفید و حتی نشریاتی که به رژیم مربوط میشدن، موج بسیار وسیع‌تری حتی از قبل از انقلاب، برخلاف اینکه شما یه جا اینجا اشاره کردیم، ما میبینیم نسل جوان به شعر میپردازه، اگرچه ممکنه شعرش خوب به مقدار زیادی کم مایه باشه. میخوام ببینم این سوالی که این خیلی کم به این پرداخته میشه که یا گریز زده میشه حداقل در خارج از کشور، آن چیزی که به اسم انقلاب در ایران صورت گرفته، حالا پس رفته شکست خورده و هر چهره‌ای به خودش گرفته جای خود داره، در ذهنیت این نسل با این زبانی که شما میگین قبل از انقلاب یه همچین زبان ناراسته و بی سوادی داشته یا کم سوادی داشته چجوری خودش رو تبلور میده؟ این بخش اول سوال اگه اجازه بدید. بخش دومش این که برای به اصطلاح بارور کردن این زبان آیا ما مفید هست؟ من احساس کردم مستقیما شما اشاره نکردین تا بال، ولی گاهی گوش و کنایه دیده شده که مثلا به نصر قرن 4 هجری مثلا پرداخته بشه، بیهقی نمونش مثلا، که یه مقداری با آن زبان طبیعی نزدیکتره، نگون دیسکورس زبانی، نمیدونم دیسکورس چجوری میشه، محاوری نزدیکتره، پرداختن به اونها کمک میکنه. من اولش نمیدونم یه باقی که نصر قرن 4 به زبان محاوری نزدیکتره. یک برای میخواییم یه توضیح خیلی کوچیک بدم. میدونی که نقطه گذاری رو نداشتم و نقطه گذاری نداشتن یعنی که بیشتر از اون چیزی که صحبت میکردن انعکاسش در نوشتار، یعنی فاصله تکست با زبان محاوری آنچنان جدا نبوده اصلا، چیزی که منقدای معاصرم خیلی مسئلهش میشده و بهش بحث. من حافظه ندارم در سوال رو ببخشید. خب پس من فشودم نقطه گذاری توضیحاتی دارم. بنابراین از اول بفرمایید در مواردی که میشه جواب شده استفاده میکنم. خب با در نظر گرفتن که شما گفتید نسل جوان در قبل از انقلاب زبانش نداشته و این همه هم پرداخته میشه به شعر و نه به نسل قبل بعد از انقلاب، این انقلاب در ذهنیت اینا و در رابطه با زبان چجوری خودش رو تبلور میده؟ این بخش اول سوال. چنین مقوله‌ای چی؟ فکر نکردم اصلا. چون من نه روزنامه میخونم، نه مجله، نه تلویزیون میبینم، نه رادیو گوش میدم، اصلا به کلی ارتباطم با جامعه الان قطعه، یعنی با اون خیلی راحت بگم جهل دینامیک شده. جهالت هم زبان خودشو داره، شعر خودشو داره، ادبیات خودشو داره، یارو چهل بار میگه بسم الله و ادام کنی که شعر بشه، ما چیکار شد؟ خب منظور اونا نیست، منظور نشریاتی مثل مثلا دنیای سخن آدینه و مفید که مثلا چاپ میشد تا مدتی پیش. بلو من شدیدن معترض بودم مطلبی که چاپ میشد، یا آقای زبانشناس یه مقاله اونجا نوشته در باره زبانشناسی، از کل از قلعت انشایی و املایی این چه جور زبانشناسی؟ زبانشناس جمهوری اسلامی باید باشه برای تو مجله مثلا آدینه چیکار کنه یا چیزهایی از این قبیل. برای پرداختن و بارور کردن زبان خودمون در این مقطع اون نقطه گذاری برای من خیلی مهم بود. کجای این؟ خب پس برم برگردم سر. اکثر کتبی که کتابهایی که کاتبان دوره مثلا قرن 4-5 هجری حتی تا اواسط 6 نوشتن اینا نقطه گذاری نداشتن، حتی تا اوایل دوره رضاخان. ولی الان مصححان اینا رو نقطه گذاری میکنن، اغلبا خب صرف خود که نگاه میکنید.
و میبینیم که یه شکستگی های ایجاد میکنه در اون زبان. اگر نقطه گذاری نداشته ما اینو میشیم به این دلیل بگیریم که این زبان به زبان محاوره نزدیکتر بوده، همونطور که صحبت میکرده مینوشته. البته چنین استنتاجی من نمیدونم چقدر میتونه منطقی باشه، میشده به راحتی خوند ولی نه واقعا اینقدر راحت هم نه. نه مسئله اینه که این زبان گرفتار یک تقلید احمقانه ای از زبان‌های غربی شده و تا حدی که مثلا می‌نویسه من ویرگول، حسن ویرگول، تقی ویرگول، تاتیانا ویرگول و آناهیتا ویرگول و فلانی با هم رفتیم پیکنیک. یعنی اصلا فارسی نیست. تو فارسی میگی من و حسن و حسن تقی نوی را افتادیم سواری هم بارده شدیم رفتیم گردیم ویرگول. و این ویرگول کاری در واقع که توی دو صفحه من حدود 80 تا ویرگول اضافی که یک آقایی که این متن رو گرفته بود ادیت کرده بود با ادیتور متن، من واقعا نشستیم گفتیم آقا این جاوست واقعا این چی آخه این همه من ویرگول که پسر جعفرم ویرگول رفتم گردش، آقا من که پسر جعفرم رفتم گردش این ویرگولاش چیه؟ ما بعضی ها پوهن ویرگول رو جای ویرگول میذارن که اصلا به کلی بالانس زدن. این تقصیر رو اگه بخوایم تقسیم بکنیم خب به هر کسی یه درصدی میرسه به جمله خود بنده. بله خوش خودم تو تری گفتم گزاری که نوشتید یه موقعی بله کامله از این ادبیات میشه استفاده. اون وقت یه توضیح عرض کنم در یک مورد هم این آقای معاملی یه خود شیطنت یک جای قضیه هم اینجا باید در نظر گرفته بشه یک جانب دیگری از این و اون اینست که شما در زبان انگلیسی یه جمله رو به چند شکل میتونید بگید. حد اکثر. یک یا دو شکل. در فارسی عند الاقتضا اگر یک جمله 7 کلمه است به 49 شکل میتونه بیان بشه. خب اینجا مسئله انتخاب پیش میاد که کدوم یکی از این 49 تا رو شما حسیب‌تر می‌کنیم برای بیان ما بزنیم. اونجاست که گاهی احتیاج به هی ویرگول‌کاری و این حرف‌ها پیش بیاد برای اینکه اجزای جمله چون ما نمی‌دونیم که حسن کیاده است اسم اون شهر یا حسن کیاده یا حسن کیاده ده مثلا. اینجا ها یه ویرگولایی در مواردی که اصلا حضورش لازم نیست باید بزن. ما در فلان جا بودیم مادر ممکنه مادر خونده بشه مثلا. البته بعضی جاها یارو تصحیح میکنه برمیگرده میبینه اون معنی درست نبود معنیشو پیدا میکنه. ولی خب بعضیا پس از ما مثلا یک ویرگول میذارن که اون چیز مادر خونده نشه خونده بشه ما در. خب این هم هستن به خاطر همین که به اصطلاح مجذور تعداد مجذور کلماتی که توی جمله به کار رفته شما میتونید جمله سازید. شما گفتید مثلا یه مقداری باید همین چند دقیقه پیش مثلا ضد ادبیات تحقیق کردیم جمله شبیه این شامل این هم میشه که ما از این ادبیات چهار پنج شکلی استفاده بکنیم یا نه. ببینید این مسئله مربوط به ظرفیت زبانه که این ظرفیت رو گاهی با پر میشه متجلی و این فقط یه کاربردی در شعر داره در مرحله موسیقای شعر موسیقی شعر. ولی این که شما بیاید یه گزارشی رو با نثر مثلا کتابی که یادم میاد بس که توصیه کردم خوندنش تفسیر سوره یوسف یکی از زیباترین فارسی های رو به کار گرفته که اصلا حیرت آوره. خب شما بیاید با اون نثر
گزارشی راجع به گندابروهای تهران برای شهرداری بنویسید. ولی پیش از این استفاده کرد همون که آقای بولیشیری یه مقداری کار کرده از جهات مختلف و این امروزی ترش کرد و به بنای زبان محدودیتی که زبان محاوره احتمالا در ایران داشته اون سواری که آمد و فلان رو میفرمایی؟ هر زمان مثلا بخشی از بنای گم شده ایرانی از این داستان شیخ بولیه اگرچه ساخت اون زبان قدیمیه ولی به زبان انگلیسی هم نزدیک بوده زبان زبانیست که تجربه شده و میشه تشخیص داد که خوبه میشه ازش استفاده کرد چرا نه؟ به خصوصی زبانیست که لااقل توی سطح بالای کسانی که با ادبیات و شعر و این حرف و سر کار دارن میتونن ازش استفاده کنن. از این مجموعه چجوری میشه برای با سواد تر کردن اون چیزی که شما ایراد میگیرید توی مصاحبه به درستی هستش نسل جوان‌تر استفاده کرد چه توصیه‌ای میشه کرد این مقدار عملی‌تر بهش برخورد میشه با تجربه شما و زبان خیلی غنی به خود شما به هم رسید. ببینید عزیز من تجربه من مربوط به منه، این تجربه قابل انتقال نیست. هر کسی باید خودش بره، هر کسی باید خودش بره جستجو کنه و منابعش رو پیدا کنه، مواقف رو پیدا کنه. اینی که بنده بگم خب برو اول کتاب اول ابتدایی رو بخون، بعد دوم، بعد سوم، بعد چهارم مثلا، خب این واقعا راهی به دیو نمیبره. شما ممکنه که از همین تفسیر سوره یوسف که من اینقدر شیفته شدم واقعا نثرش رو فقط نخوز اولات که تو هست، یا مثلا کشف الاسرار و قدرت الابرار یا کتاب تفسیر عتیق نیشابوری رو بخون، قصص الانبیا و غیره. خب اینا هست، من بدم میاد چون اصلا با فکر ذکر من نمی کنه، ولی تاریخ واقعا فارسیشون بیداد، چنان زبان رو با همه ظرفیت به کار گرفته که نظامی بدبخت برای اینکه نوولشو بنویسه رفته نوولشو به نظم داره بود. باقی سابقه تاریخی دیگه هم داریم. یک جانوری پیدا شد به اسم شاه اسماعیل و این ناگهان یک شبه گفت که شما شیعه اید و هر کی توی از اون نگه علیان ولی الله علیون یا علیان، من عربی زیاد خوشایندی نداره، گردنش میزنید. و بعد از این فرمان حدود 470 هزار نفر رو فقط در آذربایجان در ملأ عام گردن زدن. خب یه عده‌ای بودن به دین سنتیشون دل بسته بودن، حالا با خوب و بدش کار درست و نادرست، شایست و ناشایستش کار بنده. اینها بیشتر آدمایی بودن که بیشتر رو حالا بگیم توی اون کاتگوری بودن که بهشون میگیم روشن فکر. اینا آدمایی نبودن که همینطور به حرف یه پسر جزغل بیان عقایدشون رو عوض کنن، لزومی نمیدیدن. اینا گذاشتن رفتن به دربار اکبرشاه هند و به دربار خاورنگار روم عثمانی. در حدود تا 250 سال بعد واقعا هیچ اثر درخشانی که فرهنگ رو پویای فرهنگ رو نشون بده یا فرهنگ رو ببره جلو در ایران تعلیق نشد، غیر از آن خوزعبلات که مجلسی پدر و پسر نوشتن و نمیدونم که کبوتر وقتی که صدا میکنه میگه که
خداوند جبار و نمیدونم کیشی توی یا مثلا زرافه میگه که نمیدونم ذکر زرافه این و هر وقت این ذکر رو بذاری کنار موقعی که شکار میشه و غیر از این خزعبلات یا اون مزخرفات شیخ بهایی کشکول امیدوارم دیده باشید واقعا چه یابه هایی هست. حتی هزار سال پیش از این آدمی مثل ابن سینا، آدمی مثل بیرونی با اون ذهن خردگرا و ذهن ریاضیشون میشینن مسائلی راجبه این که حضرت روده بزرگ روده کوچیکیش هم تو معراج با خودش برده پر از کثافت یا فقط روحش نمیدونم یعنی در عالم هفتلوت رفته اون بالا. اینا اصلا نه مقوله ریاضیه نه مقوله فلسفه است، هیچی نیست، ولی اینا واقعا شاید برای اینکه جون خودشون رو نجات بدن میشستن یه همچین مزخرفاتی رو بیرون میکردن فهمست که از چیز پریدن بیرون از سوال. به هر حال تا 250 سال هیچ اثری به وجود نیامد توی یه مملکتی که خب پر از اون همه اسمای عجیب و غریب هست، خوارزمی، خیام، من فرام فضل حیرت میکنه که پیش از نیوتن مثلا فلان معادله چند مجهوله رو خیام حل کرده بود. یهو توی کشور در قرن دهم، در قرن یازدهم، دهم یازدهم ناگهان همه چیز متوقف میشه تا وسط قرن سیزدهم. خب حالا خوشبختانه یه عده تو ایران هستن پشت کارشون رو دارن، ولی اگر قرار بود که همه بذارن از کشور بیان بیرون واقعا هم دوباره همون دوره پیش میمونه. خوشبختانه نه اینجوری نیست، به هر حال کار میشه و شدیداً کار میشه. شاید توی همین مصاحبه که شما خوندید من یه جاش گفتم که من کتابهایی رو دیدم که اگر ترجمه اینا بیاد بیرون ادبیات اروپا رو حداقل منفجر خواهد. من دیدم اینا اصلا هست اونتا تو کشه و میز خواهید معلفش یا مصنفشم بدبختونه انقدر به اسم خودش علاقه منده که حاضر نیست این اثر بره بیرون و بدون اسم چاپ بشه. اون دیگه از دست بنده خارج. چیزی باقی بود من نمیدونم کجاش جواب دادم کجاش دادم. نیست که ازشون اسم ببرم. آیدوی وجود دارم عرض کردم بشتم پس چی داشتم میگفتم بنده گفتم که پاره ای از این آثار رو من دیدم دوستان آوردن و من خوندم حتی بعضی هاشون رو آیدا نشسته تایپ کرده، یعنی واقعا از وقت و کارش صرف کرده که اینا رو تایپ کنه و اثر یک اثری رو که خیلی درخشان هست امیدوارم روزی بخونیدش. اینو داشت تایپ میکرد من تو اتاق خودم نشست و کار میکردم این گاهی میامد پناه میبرده من از زیر فشار عصبی اون کاری که مشغول تایپ کردن شما. چقدر کار دیگرم کار شما تحت تاثیر قرار برای من عرض کردم هیچ وقت مشغله ذهنی نداشتم، شعر رو به صورت مشغله ذهنی نداشتم، ولی شده که یه چیزی چنون توی ذهن من افتاده که توی یه شعری عیناً آمده که یک دو موردش میست که تو هم کتاب هست. شما این
تغییری که تو زندگی اجتماعی مردم اتفاق افتاد چه تاثیر روی شعر شما داره؟ یعنی اجزا یعنی آگاهانه چجوری به اجزا میگه؟ ولی آگاهانه من ارزیابی نمی‌کنم. و یه مقدار نقطه نظرها رو من بعد از این جریان یه مقدار یه چیزایی شک بر من برانگیخته بود، مسائل شوروی، مسائل دوره استالین، تا خروشچف که میاد بی هنگام عمل میکنه، جامعه آمادگیش نداره و به اون شکل میدارم چرا، تا این مسائل و این اواخر، اینی که در ببینید چقدر جامعه متحول باید بشه که یک جایی بعد از چند سال 1917 تا حالا چند سال میشه که یهو آقای گارباچف یا به قول دستان های جمعی گرباچوب که گارباچفه میاد و همه چیز و همه معیارها رو همه ارزش های مثلا دولتی و بوروکراسی رو میریزه به هم و یه چیز در واقع کاملا تازه‌ای اعمال میکنه. البته یه نکته هم هست، یک این چیز هم دقدر هم برای من هست که اینها دارن به غرب نزدیک میشن، غرب هم با سوسیالیزمش داره به اینا نزدیک میشه، اون وقت دیگه واقعا وای به حاله. اگر فقط از لحاظ خودمون نگاه بکنیم کاش که همون دوره استالین بود، چون به هر حال دو تا نیروی متضاد جلو هم دیگه، دو تا قدرت فوق‌العاده جلو هم ایستاده بودن. حالا دو تا آلمان هم یکی میشه، یه قدرت سوم هم به وجود میاد، اون وقت دیگه واقعا تکلیف جهان سوم معلوم نیست چی خواهد بود. به هر حال من نه با نظر انتقادی این حرفا نگاه نکردم، ولی خب برداشتای خودم رو دارم و در این برداشتای یه خورده عمیق‌تر شاید شده برام که اگر انقلاب مضمون نداشته باشه، مضمون مشخص اشتباهی نداشته باشه، این انقلاب 100% ارتجاعیه. اگر تحزبی باشه و حزبی رهبری انقلاب رو در دست بگیره تو کشور ما، حتما به یک دیکتاتوری دست جمعی خواهد انجامید. حالا شکل سوم شو من شاید عقلم نمیرسه، شاید زیاد بهش نپرداختم، به هر حال میشه این رو گذاشت من در بارش مطالعه کنم. در ادامه همین اگر ممکنه میدونید برداشت های خود شخصی شما هست دیگه در مورد اون چیز توی اروپای شرقی و به قول آقای مانی چند نفت پیش رو باید میکنم سیل زیبا و درنگی به دموکراسی ازش اسم. والا من از این آقا تعجب بگارم چنین چیزی گفته باشه، آدمی که عمیقاً توده‌ایه چطور همچی حرف میزنه؟ نمیدونم، من تعجب کردم ولی در صورت اینجوری عنوان کرده است و اینکه به اصطلاح ربطش میخوام بدم با این مسئله که شما در عنوان جهان سوم مطرح میکنید و توی آلمان هم همینجوری ازش صحبت کردید، این برای اینکه الان میگید اگر که قرار باشه انقلابی که ایران صورت بگیره حتی اگر به اصطلاح مضمون اجتماعی هم داشته باشه، اگر قرار حزبی در رأس باشه به دیکتاتوری میانجامه، از این کلمات مفهومی ندارم. یا لااقل در یه شرایط خاصی به کلی یه حرف را اصلا به مسئولیتی شیکه بگیم دموکراسی، شیکه بگیم یه جامعه دموکراتیک عوض بگیم، شیکه که ما توی کانون نویسندگان دلمونو به این خوش کرده بودیم که خیلی راحت میشینیم زیر یه صحب و حرفای هم یه تعامل بشونیم و این یعنی دموکراسی. سوسیال دموکراسی که یعنی چی؟ توی ایران سوسیال دموکراسی به هر حال مستلزم اینه که یه مجلسی باشه با انتخابات آزاد. خب این حشرات میرن دوباره آخوندها رو اکثریت میدن تو مجلس، اول خودتو بارون تکرار میکنن. چه جوری شد جلو؟ اگه بخوای جلو رأی دادن اینا رو بگیری که از اون تو مطرح خبر شده. تو این سوسیال دموکراسی که میگی راحت بش بابا ببینیم چیه. اواخر سال 57 من هی داد میزدم که آقای آخوند تو میگی بیا به چیز رأی بده به جمهوری اسلامی، تو رادیو ها رو گرفتی، تلویزیون رو گرفتی، نمیدونم روزنامه ها رو گرفتی، خب بیا بگو که این یه همچین چیزیه، همینطور یه قوطی در بستر گذاشتی اونجا میگی به این رأی بده، توش هم نگاه نکن. خب من بگو این تو چی هست آخه. حتی یه بار من نوشتم همون
دو سال موندود به رپراندوم که من تحریم میکنم این رپراندوم برای اینکه من نمیدونم به چی دارم رای بدم. شما نگفتیم، اگه میگفتیم خب ممکن بود من رای بدم نه، ولی چون هیچ دلیل نداره من رای نه بدم برای من این آرام نمیدونم. سلطنت ریگه مردم با آجمون کردن با جمهوری اسلامی گذاشتن رو بروه هم که حالا بیان به یکشون رای بدیم. ولی نگم این جمهوری اسلامی چه جمهوری چیز میگم که از تأثیر فرهنگیش از چه لحاظی ما دلتون میخواد که میشه که عوض بشین و متحول بشین؟ آیا فکر نمیتونی که حتی عوض؟ از کنم متحول نمیشه. برای اینکه اینا هفت تا دایره بستن شور و ماهور و سگاه و نمان فلال بهمان که اینا راوی غزل فارسی بود در چیزای مختلف در اوزان. خب هر وزنی یه وزن نامطبوع هم داره، بنابراین تو موسیقی هم گوشه ها هست. ولی این تموم شما میتونید تمام مجموع این موسیقی سنتی رو یا با تار یا با نمیدونم کمونچه یا با یک ساز دیگه ای بشینید یه ساعت هشت صبح تا ظهر همش رو بزنید. آخه این شد موسیقی خودتون بید. درست مثل اینه که شما چهار تا پنج تا شعر انتخاب بکنید، شعر چه ارز کنید داشت عباس خلی خان پسری و تا اسم شعر بیاد اونو بخونید. شعر اول اینه، مثلا هفت تا شعر انتخاب بکنید اینو به عنوان شعر ایرانی بذارید وسط. این کاری که موسیقی ایرانی کرد نه پیش میره، از یه پیش درآمد شروع میشه، یه چهار مزراب میزنه، بعد یارو عرعر میکنه، بعد یه تسلیم میکنه، بعد یه نمیدونم رنگ نمیدونم چی میچی میزنه. من قبول نمی کنم که موسیقی چنین چیزی. موسیقی زمینه یکی از انسونی ترین و ظریف ترین خلاقیت است. موسیقی که فقط تکنیک نوازندگی توش چیز اصلی باشه و نه هیچ. شما خیر هر موسیقیدان رو بچسب دیگه را یه چهار مزراب جدید درست کن من لازم اشتادم هیچ چیزی تو هم ملغمی تو هم قانون چهار مزراب درست کنه میدرست که هیچ چی نیست. اون بابا برداشته آهنگ به اون درازی نوشته نی نوا. انگار موسیقی است که باید پشت یه تعزیه خونی پلی بک بشه. خب این که موسیقی نیست واقعا. آقای امیرو برداشته تمام دستگاه شور رو با 300 تا تار رو 12 تا دنبک کنم فلان. اصلا این ساز تک نوازیه، اصلا پولیفونی نیست. من اجازه بدید ادامه این صحبت شما. این چه اقدامایی میشه برای این موسیقی رو به مقدار حساب تغییراتی بهش وجود بیاد؟ من دیگه اینقدر نفرت زدم از این موسیقی که اصلا حوصله گوش دادن شدم. چون موزلی که فرمانی میتر نیست که همه رو متوجه کرده و نیست که دستم در بارش مستدوم نمیتر والا اصلا قابل تغییر نیست. شما اصلا نمیتونید از مثلا فرض کنید شور و ماهور و اون گوشه مثلا اصفهان در یک اثر از همه اینا استفاده کنید. اخیراً آقای شجریان یه نوار خونده مثل مرکب خونی، مثلا یه بیت توی این دستگاه خونده یه پاساژ برلابی درست کردن یه بیت برده توی دستگاه همونه منتها شده چلتی که میگن. خب پرده ها وقتی به هم نزدیک بشن حالت غم‌انگیز فوق‌العاده میده، همونطور که مثلا موسیقی چینی و ژاپنی گامش به پنج نوت تقسیم میشه، به پنج قسمت مساوی و چون فواصلشون از هم بیشتر میشه فوق‌العاده شاده. موسیقی چینی فوق‌العاده شاده. ولی اینا میگن که خب ما این هفت تا گام داریم به اضافه هفت تا سه تا پرده دیگه، یعنی در واقع گام به 21 قسمت شده. خب این یعنی گریه مطلق به زبان ساز. خب اگر این مشکل اینه، خب بیاین رو اون تقسیمات میان پرده‌ای خط بکشید، بریزین دور گام ماژور و مینور بگیرید. مگه ادبیات مگه موسیقی غرب به خاطر نداشتن ربط پرده چه بلای سرش اومده؟ سرشار از ویتالیته و خلاقیت و شور و نشاط زندگی. همینطور هم آهنگساز پیدا میشه و آهنگ میمیسه و
موسیقی ایجاد می‌کنی طوری. حالا هی بشینیم ما چهار مرزا رو نمی‌دونم میرزا ابوالحسن خانو بزنیم با سنگ. عملا دیدیم که هیچ تأثیری نگذاشت توی نسل‌های بعدی و فقط سر به سنگ کوبیدن بود. خب شکست خورد، پس رفت، ولی موقعی که بود ارکستر گلها با نمونه تمام ترانه‌هایی که برنامه خونده و هنوز هم هست. موقعی که روی کلمه موسیقی با هم چیز داده، تعریف اون دو تاست. من ترانه رو ترانه میدونم. تصنیر رو نمیدونم، آی رو با جان دلکش مثلا. مثلا موسیقی میشه ترانه. خب ولی اون ترانه ها در موسیقی جدی نیست، این موسیقی که جزء فرهنگ یه ملتی باشه نیست. به خاطر اینکه ترانه است جزء مثلا تصنیف های شیدا و عارف و اینا جزء فرهنگ ما نیست. چون تصنیف های شیدا رو من ببینید که دارم بیشتر از بکنم خرج میکنم، یعنی رفتیم تو مقوله موسیقی که اصلا کار من نیست، یه چیز ذوقیه. شیدا رو به این دلیل که نشون داد که ترانه هایی که ساخته چقدر قدرت اجرایی پولیفونیک داره، من دلم بخواست که این آدم در موسیقی در حد یک درویش نوازنده کنار من قلشین نبود، واقعا یه آدم با سواد و با مطالعه ای بود، شاید میتونست یه روزی یه دردی دوا کنه. ما دیدیم که اون کارهایی که اجراهای چند سازی و چند صدایی که روی تصنیف‌های این کردن تا حدودی بیشتر از یه ترانه ساده بود. ولی همون کارهایی که رو کنم یه رجبی و خارجی دیگر هم ادامه دادن، اگرچه که الان دیگه دنبال رقیب هم نمی کنن. کارشون در حد تنظیم همون تصنیف‌ها و همون آهنگ‌ها بود. من کاری بشون شهبازیان یک چند تا آهنگ قابل قبول ساخت برای حافظ و مولوی. لزوماً این آهنگ ها میبایست مایه موسیقی سنتی داشته باشه، برای اینکه باید بتونه تحویه شعر مولا و شعر حافظ و ذره حافظ اجرا بشه. از لحاظ تلفیق شاید میشه گفت که آره کارهای درخشانه، ولی الان دیگه تموم شد، یعنی الان واقعا افتاده به تکرار کرده. آقای منفردزاده که نه، من اثری که بشه تو گنجینه موسیقی گذاشته شدش نیدم. زیاد حدت ذهن نشون دادید و بعضی حرفا رو به خودتون گرفت. من چی چی دیدم؟ من پیرو به اون ماده اعلامیه حقوق بشر هم که دیگه هر کسی هر جای دنیا دلش بخواد میتونه زنده بمونه. آینده که ما کاری داشته باشیم، نقشی که ما ممکنی داشته باشیم، خاموشی، خاموش نیستیم، یا جلوشی کنیم، زبوشی کنیم.
بله رادیو رو که منم گوش میدم. برای که در حال اصلا من نظر خاصی یا قضاوت خاصی در این مورد ندارم. غالبا به خاطر بچه هاشون که احتمال داشت به جنگ کشیده بشن، جنگ بیشکوه و یا گرفتاری هایی که در داخل کشور براشون به هر حال به یک دلیلی آمدن بیرون، یه دن خود دانشجو هستن تحصیل میکنن. من فقط پیامم این بود، انتظارم این بود که عرض کردم که واقعا حالا که فرصتی چنین به هر علتی دست داده، چرا نسازیم از خودمون چیزی که یه روزی واقعا اونجایی که خونه ماست قابل استفاده بشه. من فقط صحبت نمیم فرداشت شما یکی ما در این مسیح حرکت بیمارم وقت برای چی؟ نه من انتظار خودم رو گفتم. حالا اگر این انتظار با کاری که شما میکنید، با تحصیلی که شما میکنید ببینه، نده هم دعوا نداریم با هم. ولی خب من فقط یه توصیه‌ای کردم که واقعا هویت ملیمون رو از دست ندیم. بدونیم که به هر حال قبول داشته باشیم که همیشه ایرانی خواهیم بود و در اولین فرصت به داد اون جامعه خواهیم رسید. من در ادامه حرف دوستمون که خواستم بگم که یه عده از استدلال برون مرزی ها و درون مرزی ها یه تصور نادرستی دارن از وضعیت دانشجویان و صرفاً فکر میکنن چون ما خارج از کشور هستیم در نتیجه همه چیز مهیاست و ما اینجا با مشکلات مواجه نیستیم. البته این مسئله رو که چنین برداشتی در ایران من یه جمله ای هست از خودتون هفته پیش فرمودی که دانشجوی خارج از کشور حق اشتباه نداره. بله و من بخواستم که در رابطه یه توضیح بیشتری بدین، چون یا استنباط من غلط بوده یا شما کم درست بودین. حق اشتباه نداشتن دقیقه من یک موضوع بسیار مهم است. آدم به خودش بقبولونه که حق اشتباه نداره، هیچ وقت دوگماتیک فکر نکنه، هیچ وقت به این اسم و اون اسم تن نخواهد داد. همیشه تعقلش رو به عنوان چراغ جلو پاش میده. واقعا حق اشتباه نداره. چقدر میتونه جامعه اشتباه، چقدر میتونه شیخی و ازلی و نعمتی و حیدری و این حرف با شکلی چیز. فقط واقعا فقط برای این نیست که ما تعقل نمی کنیم، به خودمون حق اشتباه رو میدیم، حق تعصب داشتن رو میدیم. من در همین آمریکا سالای 55-56 شاید به یک شهری دعوت شدم از طرف دو گروه سیاسی برای سخنرانی، گروه آ و گروه ب اسمشون میذاشتن. امشب که برای گروه آ بنده قرار بود حرف بزنم، گروه ب آمده بود اون جلسه رو به هم بزنیم. بعد شب که برای گروه ب حرف بزنم، گروه آ آمده بودن. و من اینا رو نشونه بدم چون واقعا از خود خجالت نمیکشم. این یه من اینو میگم به جای اینکه بشینیم از من یک سوالی شد، من گفتم که بر حسب اتفاق این سوال رو من تو فلان مجله جواب دادم. یارو گفت ما اون مجله رو نمیخونیم. گفتم پس چجوری باش مخالفی آخه؟ وقتی نمیخونی تو چه میدونی اون چی میگه باش مخالفت میکنی؟ اینجوری من از این لحاظ گفتم که ما حق اشتباه نداریم. من واقعا وقتی میبینم که یک گروهی با یک گروه دیگه قهر کرده سر یه مسئله، اصلا واقعا جانم درد میاد. اشکالات ما آدمی ادعای شعور داریم، ادعای تحصیل کرده بودن داریم، کلی ادعا داریم و اون وقت میذاریم همینجوری این افتراق های احمقانه شیخی و ازلی و بابی و بابی و بنان بهمان بیفته تومون پاره پارمون کنه. اون وقت میگی که چرا مثلا اونها یه پارچه جدان زدن تو سر ما و این نمیزدن؟ خیلی خطر از حالا بودن، باید میزدن. ما نیروی نبودیم که ما
جنگ و جدال میکردیم. اون گروه اون ور رفت بود، این گروه این ور، این سنگ میپرون رو سپر اون، اون سنگ میپرون رو سپر اون، این رو اون گفت CIA هستیم، اون گفت ساواکی هستیم. معلومه یارو میاد با نعلیش میزن تو سر مارتار مانه. منظور من سلام آقای نجف دریابندرین، اینجا آمده بودم به یک مقدار مباحثی رو از داخل کشوری رو منتقل بکردم. ظاهرن یه مقدار بحثه در مورد این است که با این تحولاتی که توی تکنولوژی اتفاق میفته و ایران خیلی نسبت به این تحولات عقبه، زبان فارسی چه بلایی سرش میاد؟ بله زبان فارسی مثل صد سکندر اونجا وایستاده، هیچ بلایی هم سرش نمیاد. ولی من راجع به شخصیت یک آدمی که یه شخصیت آدمی رو میبرم زیر سوال که میاد برمیگرده تهران و گفتگویی که باهاش میکنن در جواب میگه که اون مردک خلوز مازندرانی با اون اسم عوضیش یعنی نیما، اون نمیدونم مشنگ پلان که معلوم شد صادق هدایت رو میگه، این آیا غیر از فرصت طلبی و کوشش برای نزدیک شدن به نهاد حاکم که از هدایت نفور نیما رو دوست نداره، بلکه نمیدونم اون چیه کاشی محتشم کاشی رو میخواد، این آیا کوششی برای نزدیک کردن خود به رژیم نیست؟ برای من صد درصد. بنده با فردوسی هیچ میونه خوشی ندارم. دعوتتون میکنم برید 5-6 صفحه اول شاهنامه رو بخونید ببینید اصلا ابیاتی از این سستر و بی‌معنی‌تر میشه یا حالا کار به چیز خارجیش هم نمیشه. برداشتم یه قسمت هایی از شاهنامه رو یه شماره ویژه میداد مجله آدینه راجع به شاهنامه و من برداشتم یه نکات مثبتی رو کشتم از شاهنامه بیرون و اونجا چاپش کردم. تلفن کردم گفتم تیتر مقاله رو بذار لال بغض معاویه، بله بغض معاویه، روی خاطر علاقه به علی نیست بلکه به خاطر بغض معاویه است که من اون کار کردم. گفت که متاسفانه چاپ شد اون فرم رفته بگیرش. یعنی تا اینجا رو هم پاره کسان مواظب این ارتباطات تارنکبوتی پشت پرده هست، ولی آدمی که میاد صاحب پوسکنده نیما رو اونجوری حجم میکنه و هدایت رو اونجوری حجم میکنه، خب این برای من صد در صد یک کاریست در زمینه خود رو لوس کردن برای اون کسی که سر میخواد ازش. وضعیتی که امروز موجود است در واقع بین روشن فکرا سنگ ترونی و نام خونی بین روشن فکرا نگفتم بین کیا هست؟ بین کسانی که خودشون روشن فکر شما اگر با من به جایی که بشینید بحث کنید قهر بکنید از من شما روشن فکر نمیدونم. بنابراین وقتی که صحبت قهر و آشتی بین گروه های پیش میاد، بین افرادی پیش میاد، واقعا این ترم رو به این معنی میکنه قهر نمی کنه ده میشین بحث میکنه یا تو درست میگی یا من درست میگم یا هر دومون بلد میگم. بنابراین میتونیم رو هم تأثیر بزنیم، یعنی هم دیگره به راه راست هدایت کنیم، ولی وقتی من قهر باشم با نوشته تو رو نکنم، شما از همون از اون طرف همین عمل رو با من بکنید، بنابراین اصلا ما دو تا چیز کاملا معلومی میدید رو به شرق میدارید، دو تا خط موازی که هیچ وقت به هم دیگه نخواهند رسید. شما صحبت های خاطرم نیست رو شنبه یه شنبه بود هفته گذشته در مورد آقای آل احمد اشاره کرد و اینکه یه روزی شما پیش قلوه آقای آل احمد و آقای خاطرم نیست یه شخص دیگه یک سرم نیستی تو زندان رو
ایستاده بودید در مقابل رژیم شاه. به از این رو صحبت یه چیزی من برای روشن میکنم، یعنی نظر خودم بگم به نظر شما رو در این مورد بدونم، یعنی مثلا واسه من گنگی این وسط وجود داره، اینکه ما سر یک اصولی، یعنی در واقع یه سری اصول هست که ما سر اونا بر مبنای اون اصول و مبنای مثل اونا مثل قوانین عام فیزیکه که مثلا توی فیزیک سنتی قابل اجرا هستن، اینا اصول ما هستن و بر مبنای این اصول هستش که حرکت میکنیم، بر مبنای این اصول هستش که شما مثلا مرزهای خودتون رو با این آدم دیگری مشخص میکنید. اینجا این وسط واسه من این نکته ناروشنه که بس، یعنی اگه ما بخوایم از دیگران بخوام که منطق به کار ببرم، از نظر من منطق فرق میکنه واسه، یعنی به نظر من هیچ آدمی چه عوام باشه چه به صراحت تاثیر کرده غیر منطقی از لحاظ منطقی که خودش داره عمل نمیکنه. آدمی که به صراحت خون دیگران میکنه توی شیشه، حالا به یا سرشون با پنبه میبره یا با کارت میبره، منطقی رو دنبال میکنه. میدونی شما وقتی از منطقی برخورد کردن و روشن فکرانه برخورد کسی که با پنبه یا عوض میخوام ازت برمشتون، کسی که با پنبه یا کارت سر میبره هیچ وقت منطقی فکر نمی کنه، قصامی فکر نمی کنه. شما این حرف رو میزنید، از اون بپرسید دیگه این راسته، این درسته، این چیزی با هم نداریم، این تفاوت دیگه، یعنی شما میتونی به هم نزدیک بشین. آقا برداشته کتاب نوشته به اسم قلب زدگی، استدعا میکنم یه بار دیگه این کتاب رو بخونید، این از این یاوه تر اصلا میشه بررسی تاریخی. میگه بلیزیا اون پولوها رو فرستادن به چین برای اینکه که حمله بکنن وین اون کجا رو از دست عثمانی ها دارن، 300 سال فاصله تاریخی بین این دو قضیه. آقا همینجوری که نمیشه رو تاریخ چی صادر کرد، نظریه صادر کرد. آل احمد یه بچه آخون بود و تا آخر عمرش هم بچه آخون بود، اون در خدمت خیانت روشن فکران واقعا شرم‌آور این کتاب. حالا من همینجوری ادعا نمی کنم، کتابیست نوشته شده و در دست است، میتونید بگیرید و بخونید و بخونید واقعا بخونید ببینید که همینطور چشم بسته قبول کردن چه زیانهایی برش مترده. دقیقا، یعنی میگم آدم، یعنی شما وقتی صحبت از مثلا منطقی برخورد کردن میکنید، شما اصول خودتون رو دارید، منطق خودتون رو دارید که من قبولش دارم، منتها من اینو میگم وقتی شما از روشنفکر به طور کلی صحبت میکنید، روشنفکر با روشنفکر فرق میکنه، روشنفکر متحد نیست، روشنفکر متحد با یه آدم روشنفکر همینجوری فرق میکنه و تعهد نسبت به طبقات مختلف فرق میکنه. من متاسفم یک مقاله رو من آورده بودم که در یکی از این کنفرانس‌ها بخونم، مفهوم رندی در حافظ که 10-12 مفهوم کته های مختلف داره که یکیش دقیقاً منطبق با اون عرض من از حافظ یاد گرفت، یکیش دقیقاً منطبق با اون برداشتی که من از روشنفکر. من میگم روشنفکر یک موجودیست به قول حافظ خشت زیر سر و بر تاروک هفت اختر پا. این روشنفکر متعهد هست نسبت به جامعش و هیچ تعهدی در قبال هیچ چیز دیگه نداره. این حتی اگر رژیمی رو، سیستمی رو خودش پیشنهاد کنه در مقابل مثلا سیستمی که مورد انتقادش و بعد چنون سیستمی بیاد روی کار، این اگر بره کوچکترین وظیفه‌ای توی اون سیستم به عهده بگیره، از اون لحظه دیگه روشنفکر نیست، از اون لحظه یه وکیل باشی است که داره از یک قلعه ای، از یک نظام دفاع میکنه، از اون لحظه دیگه روشنفکر بی‌روشنفکر. من تا این حد برای روشنفکر، شما چطوری میگید که روشنفکر متعهد نیست؟ روشنفکر چی کاره است؟ روشنفکر اصلا برای چی اسمش روشنفکر؟ چون تابلو مغازه رو میتونه بخونه. من میگم این معنی مخدوشه، این معنی ناروشنه. من آقای مثلا سیروس نهاوندی رو که یه روشنفکر میتونم با عنوان یه روشنفکر به چه مناسبت؟
بخاطر اینکه چیچیش روشنه آقای نهاوند. روشنه نسبت به منافعی که دنبال میکنه. خب اینکه دیگه روشن فکر نشد. این یه دزد با چراغه. منافع اشتباهه. سیروس شده. بابا سیروس نهاوندی دارن اشتباه نهاوند. سیروس نهاوندی. من با هوشنگ نهاوندی اشتباه. من نمیدونم. آقای چیز بود؟ خصوصا یه کاری که تو رژیم شاه یادم نیست. خب اینو دارم عرض میکنم خدمتتون که اینجور آدم ها نسبت به مثلا آقای کیسینجر رو فرض کنید، این آدم نسبت به منافعی که دنبال میکنه، یا آدمی چشم و گوشش باز از یه منافع مشخصی دفاع میکنه که منافع انسانیت نیست. من به این نمیگم روشن فکر، من به این میگم دزد با چراغ. یه عمل عکره خوب، یک سگ نگهبان خیلی قرچماغ و سیر و پر خورده و هوشیار، دماغش هم خیلی زودتر بوها رو حس میکنه. و برای چی به این بگم روشن فکر؟ سوالتون رو من نگرفتم، راجع به حافظ و مولوی من چیزی عرض نکردم. راجع به صوفیگری یه مقاله تهیه کردم. ببینید این مسئله مربوط میشه به اون کتاب بنده، یادداشت ها و توضیحات درباره حافظ. کتابی است که یه حجمی در حدود 1500 صفحه خواهد داشت و من شروع ده غزل اولش رو خواستم زمین شاه چاپ بکنم، نشد زمین شاه نشد. خب تو همون غزل اول دوم برمیخوریم به مفاهیمی صوفی، ردی و غیره. اینا باید روشن بشه که رد از نظر حافظ یعنی کی، یعنی چی. در نتیجه باید تمام ردها رو از توی ابیات حافظ در آورد، دستبندی کرد و درباره هر یک شرح بکن. و من این کار کردم. این مسئله که شما میگید، خب میاد صوفی یک کتک خوره، پانسیونر حافظه، هر جا چپ میگرده راست میگرده یکی میزن میگرده صوفی. خب صوفی نهار دام و سر حقه باز کرد. حالا اینجا یه چیز با مزه یاد آمد، میترسم حرف اصلی از یادم بره، اگه یادم رفت شما کمک میفهمید دوباره یادم میاد. من یک غزل حافظ رو نقد کردم که این کلمه اولش ساقی نیست، صوفیه. چرا؟ میگه که ساقی بیا که تاسفانه شعره یادم نمیاد. من گفتم این ساقی نیست، تامات تا به که نه، خرافات تا به چند. ساقی یار و همدم دوست وعدی با تامات و خرافات چی کار داره؟ این حتما باید صوفی باشه. آقای جاودانیار مسعود فرزاد برداشت نمیشه، نه خیر، این ساقیه چون که نه عذر میخوام کاری یه مسئله دیگه بود برحال گفت چون چند از غزلهای حافظ با خطاب به صوفی شروع میشه، بنابراین اینم حتما صوفیه. گفتم خب پس من چند تا چیز دیگه هم دارم، مثلا صوفی برگ گل خوش رنگ در منبار داشت به جای بلبل، دوباره پی رفته همینجوری که نمیشه. ببخشید صحبت از کجا بود؟ صحبت از اینکه صوفی کتک‌خور پانسیونر هم هست، یعنی ما یه چیزی از حافظ میگیره این هر وقت دو سرکه یه دوبامی بزنه به طور فیزیکی سرزانشش کنه. عرض کنم که ناگزیر من باید مفهوم صوفی رو تا روزگار حافظ، تا اونجایی که این کتک‌خور حافظ میشه، روشن بکنم. در نتیجه یک تاریخ تصوفی خیلی فشرده بنده ناگزیر نوشتم که به زمان حافظ ختم میشه، یعنی ادامه پیدا نمیکنه. اون میرسه تا زمان حافظ که معلوم میشه که حافظ چه درگیری با اینها داشته. که متاسفانه نیاوردم به دلیل اینکه
امیدوارم گوشاتون میگین از بنده نشنیده ببینید که اصولا مذاهب با مبلغ خدا شروع میشن، یعنی با یک موضوعی که اصلا مربوط به انسان عصر تبهشه، انسانی که هنوز بارنشینی رو شاید کشف نکرده، رعد زلزله و سیل و طوفان و آتش بشان رو خیال میکنه که یه قدرت دفکت و گنده ای هست و یکی بود یکی نبود، یه قدرت متقیم و وسط من روز کجا بود و خواهده که ما قادر متقیم چرا چند تو کل کچل نایه پردی ما رو ببرستن. این اصلا مقوله انسان قرن 19 و قرن 20 و قرن بعد از نمسال 2000 نیست. مذاهب از اینجا شروع میکنن، در نتیجه تو خود گرداب میمونن، نمیتونن خودشون رو میکشن. ما میتونستیم انقدر ناآگاهانه برخورد کنیم با مسئله اسلامی شدن ایران که بگیم که خب حالا یه آخوند پاکیزهی پیدا شده و بازاری ها رو سر جاشون میشونه، میگه شما که به من سهم امام میدین این سهم امامتون نجسه، سهم امام شما رو من قبول نمی کنم چون مال گرام گروشیه و نمیدونم فلان و برمان. و خب اگه چنین چیزی، اگر یک چنین چیزی میتونست اتفاق بیفته مفید بود، شاید مردم با هم بده میکردن، مردم از ترس، حالا که از ترس اشتباه کردن وحشتی ندارن، خب از ترس همون خداشون و همون نمیدونم بهشت و جهنم برن واقعا یه جامعهی بسازن که کمک رو برن. و دیدیم که نمیشه، مردی که میره از تمام بازار بس کف دستش میشنسه مثل جیبای لباسش، میگه تو باید 10 میلیون تومن سهم امام بدی، امسال تو باید 125 میلیون تومن بدی. سهم امام نه مسئلهشون، مسئلهشون جامعه نیست. شما شعرهای خیلی قشنگ گابریل گارسیا ترجمه کردین از لاتین به فارسی. تو خدا اسم شعر قشنگ نداری، بهترین توصیفی است که میشه از شعر. زیبا. شعر خیلی خوبی. ما میخوام بگم که این نظر خیلی خوبی دارم راجبه. میخواستم که شما نظرتون رو راجبه شعرش و ادبیاتش ممکنه یه مورد راجبه لاتین ادبیات آمریکایی لاتین شعر آمریکایی من فکر کنم شعر اسپانیا رو نمیشه همینطوری توی یک طبقه‌بندی کلی شعر آمریکایی لاتین قرار داد، ولی که هر کدوم از اون کشورها اسطوره های خودشون دارن. شعر لورکا قاعده اصلیش سیره هرم، شعر سنتی، شعر در واقع فولکلوریک کولی های گرنادا، بنای شعرش رو روی اون گذاشته و خب صدای تازه ایز میبینی میگه، در حالی که چقدر آدم هم دوره این شخص بودن این شعرش به کلی طعم و ذائقه دیگه میداره بیشتر بر اساس منطقه. خب بعد چون سنت های شعر کولی های اسپانیا رو نمیدونم چیه، همینقدر چیزی که کریتیکا در بارش نمیشتن. نه
خیلی از آنها بسیار چیزها نمیدونم. من جمله امیر پرویز پویان که با من کار میکرد توی مجله خوشه یک مقاله آورد که نمیشه چاپ کرد. میگن آل احمد آنچنان از انقلاب توده‌ای میترسه که با رژیم همکاری میکنه، بهشون درس میده این کارو بکنید بابا، این کارو نکنید، این کار درست نیست، این کار غلطه. و مقدار زیادی پاک تو این کتاب هست، تو این رساله یا تز یا هرچی، که پر از غلطهای تاریخی اصلا حیرت آوره. شما مقاله همین مقاله امیر پرویز پویان که اون دوره نمیشد چاپش کرد، یعنی مجرد تعطیل مجله میشد که حالا به هر حال اینا میشه کاری میکرد. و یه همچی چیزی در یادوارهی که مثل اینکه برای آل احمد اون آقای ده باشی یا ده باشی میدونه در آورده، دست برغزا مقاله پویان هست، مقاله دوست نفر دیگه هم هست که همون موقع برخورد شدید کردن، لااقل به خود آل احمد رسوندن. و بعد برمیداره اون کتاب عجیب و غریبی که بعدی رو میبینیسته در خدمت خیانت روشن میکرد. اینا رو واقعا باید از نو رفت و نشست و خوبید. متاسفانه شما خیلی جوان بودید وقتی و حتما شیفتگی هم به آل احمد داشتید، برای اینکه آل احمد به هر حال دوست خوبی بود، مبارز بود، جرأت و شهامت های خودشو داشت. من هرگز اینقدر جرأت نخواهم داشت کتابی مثل خرد زدگی بود، اینکه اول مشکل خود من بعد مشکل دیگرم و دوست ندارم که همین جوری چون مثلا محبت داره یک جوانی به بنده همینطور بیاد چیزایی که من کاملا غیر مسئولانه باش برخورد کردم و نوشتم اینو بخونه و بپذیره بدون اینکه خودش بره دنبالش. ببینم من دلم خواهد با برخورد بشه، من چی دارم؟ میگم من همین برخورد نسبت به آقای کوتاه لبخندم دارم، یعنی چون یه سری از کارش میخوندم براش ارزش قائل، اگر کار دیگه کم دیدم از ایشون میخونم و بعد فکر میکنم بیشتر از اندازه که شاید چیزی دیگه رو بخونم برای اونش فکر میکنم، چون یه آدم برای من یه ارزشی داره توی فکرم. صحبت من برای این بود که امروز شاید شما یه چیز دیگه بنویسید، شاید امروز شما هم یه چیز دیگه مینوشتید، اما هر کدوم ما یک سری نقطه نظرها داریم و این نقطه نظرها به عنوان یک سری آدم ها هنرمند و یک سری آدم ها که فعالیت اجتماعی در خود آقای جواد احمد کارهای خیلی دیگه هم داشتی سفر داشتی. بله من منکر نیستم داستانهایی که داره چیزهایی رو نه داستانهایی زیاد من بندی بهش نمیدم، بیشتر گزارش میدونین مثلا چیه، من اونجا نگاه میکنم، من در حد همین دانشجو برای من چیزهایی رو این آقای جواد احمد لمس میکنه که شاید خیلی دیگر دوستان وقتی مینویسن برای من سخت‌تر باشه زبانی رو که به کار میبرن برای من مدرسه‌ای و شاید به این دلیل که من شیفتگی بوده یا چه پیداشون دارم. صحبت من اصلا نیست که دفاع بکنم از آقای آل احمد، نه کسی حمله نکرده، نه نه من فقط میخوام بگم که فقط نظر خودشون کارهایی میکردن که ارزش خیلی زیادی داشت و امروز شاید اون کارا رو ایشون هم نکنن. شما هم شاید حتما فکر میکنم که اگر بوده بعد از اون خاطر میگم که بنیش شعرهای کتاب هاتون صورتی خودم رو بیشتر از همه دوست دارید بچه‌ها. والا اگه راست شروع کنم هنوز هیچ کدوم دوست ندارم. چرا؟ من فکر میکنم که چون نیما اسم نوع مثلا سبک خودشو گذاشت شعر آزاد، یعنی آزاد دارای وزن و ذهابات آزاد، ناگزیر این کاری که بعدا شد اسمش گذاشته شد شعر سفید، که این خراب اون چیزیست که توی انگلیسی مثلا اتفاق میفته که های یک دوستی سعی کرده بود که به این دلیل بنابرای خیلی آدم پرت از مقوله نشون بده که به شعر آزاد میگه شعر سفید، به شعر سفید میگه شعر آزاد. بودم بابا چون ما به نون میگیم سنگک، حتی اگر لیتل راک توی جای شهر باشه، بعضی چیزا به شقیقه اصلا رفتی نداره. در کار
من معتقدم که هنوز نه شعر سفید و نه شعر آزاد، حالا هر کدوم اسمشان میشه عوض کرد، با همه ظرف، همه ظرفیت خودشون رو پر میکنه. در نتیجه هنوز جا داره که در نتیجه هنوز یه چیزی به اسم موج نو، موج سوم و این حرفا چرد. یعنی یه راه کل راه عوضی است که از این جاده اصلی منشعب میشه. و خیلی عذر میخوام، توضیح دیگری بدم هست که هر وقت که شما معتقد شدید که عالی ترین شعرتون رو سرودید، از اونجا شروع میکنید به سرازی شدن و متاسفانه منظور من فقط از لحاظ فرم نبود، از لحاظ اینکه اون شعر براتون خیلی اهمیت داشته. هر شعری در موقعی که متولد میشه ارزش خودشو داره، ولی آدم نباید بری میشه. امروز شما چی شعر میخونید؟ والا شعر رای آوردم و مصاحبه دیگه میگیم که ما با آتشی تردم بیشتر میشد شعر بزرگان سراسر جهان را خواندیم و از آنها چیزا میخونیم و اسمی بر میتونیم رو تکرار میکنم. بعد میگیم مرا بخوانیم و یه اثری از دیهش لارنس به شیوه تورات نمیشته است، مرا بخواندن تورات برمیدیم و از آنجا بخواندن تفاصیل و قرآن. پس از آن از متون قدیم هرچه به دستم رسید خواندم، میبینید که نهایتا پوسته خارجی زبان من مردمی از تمام اینهاست. سوال میشه ازتون چرا پوسته خارجی زبان شدید؟ فقط یه جمله شما میکنم، چون خود زبان را من مستقیما از مردم آموختم. اگر شما میگین که شعر ناب رو از شاعرهای غربی آموختید، این هایی مطلب واقعا موزل ماست که به طور آن با ادبیات و به طور خاص به ادبیات فارسی سنگزاده نوشتم میکنم همشون به یام دو هستم. اگر میگین که شعر ناب رو جوهرش رو از شاعرهای خارجی رو گرفتیم غیر از ایرانی، اگه بشه خلاصه اشاره کنید شعر ناب منظورتون چیست؟ و این چرا پوسته خارجی میشه اگر شعر ناب چطور میتونه پوسته خارجی باشه و رابطه این دوتا؟ من الان دقیقا نمیدونم چجوری به این جمله رسیده اون گفتگو، ولی میتونم توضیح در حال به طور کلی بدم. ببینید من واقعا اون چیزهایی که به خصوص اون شعرهای اسمش میذاشتن شعر روزی توی کتابای درسی میخوندیم، ای 14 سال قرت العین بالغ نظر اولی من فلان، بابا اصلا حالی من نمیگه بطور من اصلا شعر برام یه چیز نفرت انگیزی بود. تا اینکه بر حسب اتفاق درست یادم روز نوروز، روز اول فروردین سال 1325 در تهران ما میرفتیم به دیدن دوستی و من روی این بساط روزنامه فروشا شعر ناقوس نیما چشمم افتاد تو روزنامه پولاد و اصلا برق گرفت من. خب این هست دیگه، از یک جایی یک چیزی استارتو میزنه و پس معلوم شده که من ذاتاً شاعر بودم. شاید علت تنفر من از اون خوز اولانی به اسم شعر برای ما توی کتابای درسی می آوردن، شاید علت این بود که من سیراب نمی کرده، بلکه اصلا دیگه نحوه دیگه ای داشته تفکر من، تفکر یا ذهنیتی. و خب بنده توی سعدی می خونم، نمی دونم گفتی به غمم بنشین یا که از سر جان برخیز، فرمان برمت جان ها بنشینم و برخیزم همون مکنون چه داریم.
حال منو میگیره. وقتی که ناگهان توی یه مجله‌ای مثلا مثل پوئزی 45 من برمیخورم اون شعر بلند لورکا مرثیه برای پادشاه هارلم، او اود برواد هارلم، قصیده برای شاه هارلم، خب برق میگیره آدم و ناگزیر اونا اصلا رونده میشن توی ظلمت. واقعا سعدی بر من دیگه از این چیزی ازش باقی نمیده. شمایل تو بدیدم نه عقل مانده نباشم. اصلا هیچ آدم حسابی کلمه شمایل میاره اینجا به جای تصویر معشوق؟ نه واقعا این قضاوت اینطور خیلی لوری بکنه. طبیعی است وقتی که من اون شعر رو میخونم اونو جذب میکنه و این جزء چیز ذاتی من، جزء ذهنیات من میشه. و من هر شاعری در ابتدای کارش تحت تأثیر کسی قرار میگیره که او رو مورد این سائقه قرار داده باشه، خانه ها میره دنبال اون و بعد باقی چیزها رو با این معیار میسنجه. حتی موقعی که تصویرها، حتی با تصویرهای او حرف میزنه. شما این اینجا هست توی هوای تازه مورد باران یا چیز نیماست، حتی تصویرهاش تصویرهای نیماست، حتی چیزی از من توش نیست. من وقتی که حتی تصویرهای خودم هم پیدا کنم باز زبانم زبان نیماست. باید بعد برم زبان خودم پیدا کنم و بعد برم ذهنیات شاعرانی خودم پیدا کنم، اون وقت مستقل میشه. خب من آمدم از طریق خب من تشنم کرد دارم این شعر لورکا منو تشنه کرد. رفتم دنبال ادوار، رفتم دنبال آراگون، رفتم دنبال نمیدونم بوده هولرلین و دیگرون تاپ‌های شعر دنیا. خب از هر کدومشون آدم چیزی یاد میگیره. بنابراین وقتی برمیگرده به شعر پارسی اون وقت با یک نظرگاه جدیدی، از یک نقطه نگاه جدیدی به شعر پارسی داره، شعر دکتر برش نگاه. شما از بازنگری تاریخی صحبت کردید توی این سخنرانی شب شما و اینکه لازمه ما برگردیم نگاه بکنیم تاریخ سر جاش هست و ما کسانی هستیم اگر که تاریخ رو بد میفهمیم یا کسی میفهمیم تفسیر ما هست. و شب بعدش خانم ناطقی صحبتی داشتن سر بازنگری تاریخ. جدا درم میخواد اگر ما هم موازعه نکرده بودیم، یعنی با هم بندوبست نکرده بودیم. نه، من خواستم اگر دلتون میخواد نظرتون رو راجع به چه مضمون و چه شکل صحبتهایی که خانم ناطق داشتن شد و اینکه آیا شما این رو به عنوان اون بازنگری تاریخی که از بچه هایی که دنبال حقیقت هستن میخواید بکنن؟ این موضوع دوتاست. خانم ناطق سخنرانیشون نشون داد که من تا حدی حق داشتم اون حرف رو بزنم، یعنی در واقع فاکتی آوردن به حقانیت اون عرضی که من کردم. این تاریخ همش جهله و من دو سه مورد رو فقط نشون دادم، اما من نمیخواستم واقعا مسائل تاریخی رو اعمال کرده باشم. من منظورم این بود که در همه چیز باید شک، همه چیز رو باید از نو بررسی. یعنی این که آقا مذهب چجوری میرسه به ما؟ شما اگر سنی هستید به این خاطر که خانوادت پدر مادر تو سنی، یه چیز رو بسته‌بندی شده تحویل گرفتی، توش هم نگاه نکردی، چون اصلا براتون از کودکی دیگه این چیز شده که حضرت عباسی بوده اونجا و سوار اسب و مشک رو برداشته دستش انداختن، مشک رو گرفته این دستش، دستش انداختن نمیدونم گرفته دندونش دادن، دندونش کور کردن بعد دیده شده بود. این آقا از شاهنامه دزدیده شده، اینو شیخ عباس قومی از شاهنامه دزدیده که من زیل آیتم موکل آب فرات بودن توی روبریک آب، کلمه آب، و اینو نشون دادم که این مرتیکه اینو از شاهنامه فردوسی دزدیده. این گرامی توی جنگ
مشکم نبوده، پرچم بوده، میگیره این دستش پسش میگیره زمین، در اون یکی با تیر میزنن به دندون میگیره فلان، تا بالاخره علم نمیگیره مثلا. خب اینا رو وقتی که هی از کودکی پدر من خدا رو قبول نداشت ولی غلام حضرت عباس بود، خواهر میدونم علی و فاطمه و اینا کار نداشت ولی میگو حضرت عباس. خب این از بسر گوشش خوندن باورش شد دیگه، نرفته که با هم فکر کنه روی اعتبار. من حرفم این بود که بیایید یه بار دیگه همه چیزا از بریزیم دور و اگر چیزهایی داریم با شک و تردید بهش نگاه کنیم و اینا رو نو کنیم، ببینیم چقدرش واقعا یاوه است، چقدرش حقیقت داره. یارو آمده اینو خانم ناطق به من گفت که قرار شده حالا برای من بفرست یک کتاب، در واقع یه بابای آمده تا زمان عیسی تاریخ چیز رو قمری و هجری رو، قمری و میلادی رو با هم تطبیق کرد. آقا عاشورای سال 64 هجری تو زمستون بوده. حالا شما به من بفهمید اون تابش آفتاب و نمیدونم خیس عرق شدن و نمیدونم ده ده زدن از تشنگی اینا یعنی چی تو زمستون. خب اینا مسائلی است که من به یک آدمی که متاسف هست بگی فوری کارش از مخ به مشت میکشه، دوبامبی شما رو سرزنش فیزیکی میکنه. خب تعصب دیگه، من میگم این تعصبات نداشته باشیم و در همه اینا شک کنیم، در اینکه همه اینا قلابیه، همه اینا دکون یه عده مشخصی است. آقای جانبه من در مورد شما خیلی میخوام بپرسم، چون که شعر ناصری من خواستم که چه چیزی باید الهام این شعر شد و اگه دوست میکنید روز شعر بکنید دوست میکنید بله من متاسفم که یک شعر دیگری دارم که گذاشتمش مقدمه همین بازنویسی شده کتاب قدرت و افتخار گراهام گرین، من اسمشو گذاشتم عیسی دیگر یهودا دیگر. و اون شعر ماحصلش اینه که اولا صحبتی از مسیح نیست در میان، صحبت از مرد تلخه که عبارت باشه از یهودا و مرد مصلوبه که مسیح باشه. این مرد مصلوب هی به پدر ملتجی میشه که ولم کن من نمیتونم این همه درد رو بکشم، اون میگه باید این درد رو بکشی که جابداره بشی. این در نهایت هم معلوم میشه خداست، خود پدر. و مرد تلخ توی بازار راسته ریسباهان بازار اورشلیم سرگردانه و چنانه که انگار در تو درون خودش رو نگاه میکنه و یه تیکه طناب میخره با اون سیپاره نقره‌ای که مسیح رو باهاش فروخته بود و میره خودش رو دار میزنه و این لحظه ای پیش از مسیح میمیره، به طوری که مسیح مثلا سردار متوجه میشه که اون مرد و میگه که من جلال ملکوتی من برای ابد باید در سایه بزرگواری این مردی که حاضر شد خودش رو به اعماق لجه های نفرت ابدی، ملعنت ابدی پرتاب بکنه، ما همیشه در زیر سایه او، من و پدر و روح القدس در سایه این خواهیم. حقیقت اینه که اگه مزخرفات انجیل متی رو، انجیل سنت ماتیاس رو قبول کنیم، قضیه به این صورت، منطقا به این صورت برمودن که اینا دیدن که آقا این یه مذهبی است، اگه میخوان قوام بگیره باید یه شهید داشته باشه و شهیدی که مردم بپذیرن که برمیگرده، مثل هر مذهب و دین دیگه. و خب اینه چجوری میشه ساخت؟ یه علامت میخوان، یه شهید میخوان، چه بهتر که خودش شهید بشه. این یک موازعی بین این کسانی که به حواریون معروف. بعد پشت انداختن قرعه افتاده به اسم یهودا که تو باید این کار رو بکنی،
یهودا میره این کارو میکنه و بعدم خودشو دار میزنه. قبل از اینکه مسیح بمیره خودشو به درخت میزنه. ولی من از شما سوال میکنم، این مسیح وقتی که وارد انجیل دیگه، انجیل مرقس، سان مارکوس، سان مارک میگه که وقتی که مسیح وارد اورشلیم شد یا بتلهم، بیت لحم، مردمی که تاق شالی نمیدونم پارچه حریری چیزی نداشتن که زیر سم خرش پهن بکنن، شاخه های نخل رو میشکستن و توی خیابون پخش میدن. شما میدونید که نظارت یا ناصریه اون موقع جزء مستملکات امپراتوری روم بود و آدمی به اسم پونس پیلاتوس اونجا از طرف امپراتوری روم فرمانده نیروهای امپراتوری و غیره. خب آیا یک کسی که از یک کسی از ملت مغلوب که وارد یک شهری میشه یک چنین پیشواز یادش میکنن، آیا این یک خطر بالقوه برای در نظر این نیروهایی که به اصطلاح اونجا رو قبضه کردن به صورت یک خطر بالقوه جلوه باید بکنه یا نه؟ طبیعی است. آقا این کیه که داره میاد مردم اینجوری رفتن به استقبالش؟ ممکنه یه شورش را بندازه. خب حالا یه چنین آدمی که چندین بار سخنرانی میکنه در خیمه هیکل، یعنی تو معبد اصلی اورشلیم، چندین خطابش هست، خطابه سر کوه زیتون، تپه زیتون یا اون معجزاتی که صورت داده و این خطاب، یه چنین آدمی رو وقتی میخوان دستگیر کنن باید یه یهودا برش ماچش کنه که اونا بدونن کیو باید بگیرن. ولی خیلی احمقونه، یعنی تو کت بنده نمیره قد در آدم، مگر اینکه این رفته باشه منوان جاسوس بگی که آقا این داره مثلا تحقیقات فلان بهمان. خب این شعر اینه، یعنی یه ورسیون دیگه ای از مرگ ناصریست. اونجا مسئله اینیست که وقتی که مسیح واقعا از خودش خجالت میکشه و برای استفاده از محکوم سرشکستگی سرش به سینه میشکنه، یعنی میمیره، مسیحیت میشه، سرش بر سینه شکست و مسیحیت شد به وجود. کاش اون همراهم بود، اونو لاغر براتون میخوندم. ولی چشم ناصری رو بکنم. ناصری البته لزوماً فقط عیسی نیست. متوجه هم شما روز شنبه شنبه تا تبرای کردیم راجبه همین مطلبی گفت نمی کنم که به از گروه های ایران هم بوده نه من مسیحیت رو گفتم که بر مبنای میترائیسم چیز شده، چون واقعا توی آلمانا که سالنامه جمهوری امپراتوری روم بود و الانم در روم شما میتونید به آرشیو ملی ایتالیا رجوع کنید، نسخه های این به صورت میکروفیل در اختیارتون میذارن. تمام گزارشات امپراتوری، حتی اینی که مثلا یه دوزی رو ناچار شدن 10 ضربه چوبش بزنن، توی این سالنامه امپراتوری منعکسه. ولی هیچ چیزی داله بر وجود عیسی و قضای پونس پیلات که لحظه به لحظه زندگیش روشنه تا وقتی که میره اونجا و میمیره یا میمیره مثل که همش روشنه، ولی هیچ صحبتی از مسیح در میان نیست. این مسیح ساخته شده نظریه پردازان امپراتوری رومه و یک مذهب کاملا چیزیست در راستای این که مردم رو منفعل کنن و قیام بردگان و اون گلادیاتورها رو از لحاظ نظری و تئوریک خاموش کن. میگه خوشا به سعادت محرومان که ملکوت آسمانها از آن ایشان است. میان چی؟ چرا خوشا به سعادت محرومان؟ پس همه رو بریم از فردا بره برا خدا. این پیداست که اصلا کل مسئله کتابی یک نفر آلمانی نوشته، من الان اسمش یادم نیست، کتابی است درباره انجیل ها یا تحلیل انجیل ها که پیشنهاد میکنم واقعا این کتاب رو بخونید، از این ناز فوق العاده مفید. بر گریبور مفهوم انجیل.
صحبت به شما؟ بله. فقط من اول جلسه فراموش کردم تشکر کنم از دوستانی که نوتا رو برای ما گرفتن و واقعا در طول این هفته گذشته ما خودم شاهدم که چندین جلسه و نشست خیلی زحمت کشیدن. با تشکر زیاد از دوستان انجمن فرهنگی دانشگاه کالیفرنیا از این دفعه بعد با اجازه شما هر طور خودتون سلام می‌دونید، هر شعری که خودتون می‌خواید می‌تونید بگید. من مثل ظاهرن خسته شدم ولی خودم حالی نیست. فهمیدی صفحه 890؟ 890 تموم میشه. نجات است و آزادی تردیدی است که سرانجام به یمین می‌گرد و گلوله‌ای که به انجام کار شلیک می‌شود. آهی به رضای خاطر است از سر آسودگی و قاطعیت چهارپایه است به هنگامی که سرانجام از زیر پا به کنار افتد تا بار جسم زیر فشار تمامی حجم خیش در هم شکند اگر آزادی جان را این راه آخری است. مرا پرندهی به دین دیار هدایت نکرده بود، من خود از این تیر خاک رسته بودم چون پونه خود رویی که بید خالق جاوید بانت و طوبت جوباره. این چنین است که کسان مرا از آن گونه می نگرند که نان از دسترنج ایشان می خورم و آنچه به گند نفس خیش آلوده می کنم هوای کلبه ایشان است. حالان که چون ایشان به دین دیار فراز آمدن آن که چهره و دروازه به ایشان بشود من بودم. البته این جوابی به یک درگیری بسیار تک و نالازمی بود که اون سال ها دیگه چه سال بود چه رو مطبوعات را می‌فرمودید شماره صفحه‌اش چیه؟ کیچه دیگه ای پیدا نکردم. خب اجازه بدید حالا که پیدا کردنش مشکله من یه شعر دیگه براتون بخونم. یه شعر طولانی تری هم هست. شعریست به اسم سفر. خدای را مسجد من کجاست ای ناخدای من؟ کدامین جزیره آن آبگیر ایمن است که راهش از هفت دریای بی‌زنهار می‌گذرد؟ از تنگابی پیچا پیچ گذشتیم با نخستین شام سفر که مزرع سبز آبگینه بود. و
با کاهش شب که پنداری در تنگه سنگی جای خوشتر داشت، به دریایی مرده در آمدیم با آسمان سربی کوتاهش که موج و باد را به سکونی جاودانه مست کرده بود و آفتابی رطوبت زده که در فراخی بی تصمیمی خیش سرگردانی می کشید و در تردید میان فرو نشستن و برخاستن به بلنگاری کرده بود. ما به سختی در هوای گندیده ی تاونی دم می زدیم و عرق ریزان در تلاشی نومیدانه پارو می کشیدیم بر پهنه خاموش دریای پوسیده که سراسر پوشیده ز اجسادی است که چشمان ایشان هنوز از وحشت طوفان بزرگ برگشاده است و از آتش خشمی که به هر جنبنده در نگاه ایشان است نیزه های شکن شکن تندر جستن می کنند. و تنگاه‌ها و دریاها، تنگاه‌ها و دریاهای دیگر. آنگاه به دریایی جوشان در آمدیم با گرداب‌های هول و خرسنگ های تفته که خیزاب ها بران می جوشید. اینک دریای عبر هاست، اگر عشق نیست هرگز هیچ آدمی زاده را تا به سفری این چنین نیست. چنین گفتی با لبانی که مدام پنداری دام گلی را تکرار کنم. و از آن هنگام که سفر را لنگر برگرفتی این کلام تو بود از لبانی که تکرار بهار و باب است و کلام تو در جان من نشست و من اون را حرف به حرف باز گفتم، کلماتی که عطر دهان تو را داشت و در آن دوزخ که آب گندیده دود کنان بر تابه های تفته سنگ می سوخت رطوبت دهانت را از هر یکان حرف چشیدم. و تو به چرب دستی کشتی را بر دریای دمخیز جوشان می‌گذرانیدی و کشتی با سنگینی سیالش با قژاقژ دگل‌های بلند که از بار غرور بادبان‌ها پست می‌شد در گذار از دیوارهای پوک پیچان به کابوسی می‌مانست که در طبیع سنگین. اما چندان که روز بی آفتاب به زردی نشست، از پس تنگابی کوتاه راه به دریایی دیگر بردیم که به پاکی گفتی زنگیان غم غربت را در کاسه مرجانی آن گریستند و من اندوه ایشان را و تو اندوه من. و مسجد من در جزیره است هم از این دریا، اما کدام این جزیره، کدام این جزیره نوح من ای نا خدای من. تو خدایا جستجوی جزیره را از فراز کشتی کبوتری پرواز میده. معروف هست که یاد داشته شده جستجوی جزیره را از فراز کشتی کبوتری پرواز میده. تورات درباره طوفان نوح و کشتی وی میگوید بعد از انقضای 150 روز آب کم شد و کشتی بر کوه‌های آرارات قرار گرفت. بعد از 40 روز نوح دریچه کشتی را باز کرد و زاغ را رها کرد. او بیرون رفته در تردد می بود تا آب زمین خشک شد. پس کبوتری را رها کرد تا ببیند که آیا آب از روی زمین کم شده است. اما کبوتر چون نشیمنی نیافت به کشتی برگشت. نوح 7 روز دیگر نیز درنگ کرد و باز کبوتر را از کشتی رها کرد. در وقت عصر کبوتر نزد وی برگشت و اینک برگ زیتون تازه در مهر وی است. پس نوح دانست که آب از روی زمین کم شده است و 7 روز دیگر نیز توقف نموده کبوتر را رها کرد و او دیگر نزد وی برنگشت. اینک روی زمین خوش بود. سفر پیدایش باب 8. تو خدایا جستجوی جزیره را از فراز کشتی کبوتری پرواز می‌دهی، یا به گونه دیگر به راهی دیگر که در این دریابار همه چیزی به صداقت از آب تا مهتاب گسترده است و
نقره کدر کدر فلس ماگر در آهمان دیگر است، در آسمان باشگونه در گستره خلوتی ابدی، در جزیره بکری پرود آمدی، گفتی اینت سفر که با مقصود فرجامی، سختی نهی به سر انجامی خوش، به سجده من پیشانی بر خاک نهادم. خدا را ناخدای من، مسجد من کجاست؟ در کدامین دریا، کدامین جزیره؟ آنجا که من از خیش برفتم تا در پای تو سجده کنم، و مذهبی عتیق را چونان مومیایی شده ای از فراسوهای قرون به گرگونه ای جان بخشم. مسجد من کجاست؟ با دست های عاشقت اونجا مرا مزار بود. دست دنباله چوبین بار، در قفایش خطی سنگین و مرتعش بر خاک میکشید، تاج خاری بر سرش بود و آواز دراز دنباله بار در هذیان دردش یک دست رشته آتشین می‌نوشت. شتاب کن ناصری، شتاب کن، از رحمی که در جان خیش یافت سبب شد و چونان قویی مغرور در زلالی خیشتن بگرید. تازیانش بزنید، رشته چرم بار فرود آمد و ریسمان انتهای سرخ در طول خیش از گره بزرگ برگذاشت. شتاب کن ناصری، شتاب کن، از صف آی تماشایان الازر آمزنان راه خود که دست ها در پس پشت به هم درکنده و جانش را از آزار گران دهی گزند آزاد یاد، اگر خود نمیخواست و هم میتوانست. آسمان کوتاه سنگینی بر آواز رو در خام رفت، رو باران به خواب پشت بر شدند،